رساله یهودای رسول از طرف یهودا غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب به برگزیدگان که محبوب خدای پدر هستند و در عیسی مسیح محفوظ هستند رحمت و سلامتی و محبت در میان شما روزافزون باد. ای دوستان عزیز، بسیار علاقه داشتم درباره نجاتی که همه ما با هم در آن شریک هستیم به شما بنویسم، اما ناگهان احساس کردم که باید شما را تشویق کنم تا از ایمانی که خدا یک بار برای همیشه به ایمانداران مقدس خود عطا کرده است دفاع نمایید، زیرا عده مخفیانه به میان ما راه یافتند. این اشخاص خدا ناشناس فیض خدای ما را بهانه برای فساد اخلاق خود قرار می دهند و یگانه مولا و خداوند ما مسیح را منکر می شوند. کلام خدا مدت ها پیش محکومیت آنها را پیش بینی کرده بود و آن امروز واقع شده است. اگرچه شما این حقیقت را خوب می دانید، باز هم می خواهم یادآور شوم که خداوند با وجود آن که قوم اسرائیل را به سلامتی از مصر بیرون آورد، بعدها آن کسانی را که ایمان نداشتند نابود ساخت. همچنین خدا فرشتگانی را که مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان اصلی خود را ترک نمودند در تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته است تا در روز داوری محکوم شوند. همین طور شهرهای صدوم و غموره و شهرهای مجاور آنها که خود را به زناکاری و انحرافات جنسی تسلیم کردند و اکنون به عنوان عبرت در آتش جاودانی مجازات می شوند. وضع این اشخاص هم امروز همین طور است. رویاها در جذبه و خوابهای می بینند که آنها را به آلوده ساختن بدنهایشان وا می دارد. هیچ یک از مراجع قدرت را قبول ندارند و موجودات سماوی را تحقیر می کنند. در حالتی که حتی میکائیل رئیس فرشتگان وقتی بر سر جسد موسی با ابلیس مجادله می کرد، جرأت نداشت او را با تحقیر محکوم سازد، بلکه فقط گفت خداوند تو را ملامت کند. ولی این اشخاص امروز به آنچه که نمی فهمند به حرمتی می کنند و آن چیزهایی که آنها مثل حیوانات از روی غریزه درک می کنند چیزهایی است که باعث هلاکت آنها می شود. وای به آل آنها، زیرا همان راهی را در پیش گرفتند که قائن پیمود و مانند بلعام برای سود خود راه غلط را دنبال کردند و مانند قوره که مقابل موسی طغیان کرد یاغی شده و از بین رفتند. اینها مجالس دوستانه شما را آلوده می سازند، زیرا با بیشرمی می خورند و می نوشند و فقط در فکر خود هستند. آنها ابرهای بیبارانی هستند که از برابر باد رانده می شوند. درختانی هستند که در هیچ فصل میوه نمی دهند و از ریشه کنده شده و کاملا مرده اند. آنها مانند امواج متلاطم دریا هستند و اعمال شرماورشان مانند کفهای کثیف ظاهر می شود و مانند ستارگان سرگردانی هستند که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار آنها است. خنوخ که نسل هفتم بعد از آدم بود پیشگویی کرده گفت: ببینید، خداوند با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید تا بر همه آدمیان داوری کند و انسانهای شریری را که از روی شرارت دست و اعمال شریرانه زدن و همه سخنان سختی که گناهکاران خداناشناس بر ضد خدا گفتند محکوم سازد. این اشخاص همیشه غرغر و شکایت کرده و از شهوات خیش پیروی می نمایند. کلمات چاپلوسی از دهانشان جاری است و برای سود و منفعت خود از دیگران تعریف می کنند. و اما شما ای عزیزان، باید سخنان را که رسولان خداوند ما عیسی مسیح گفتند به یاد داشته باشید، زیرا آنها به شما گفته بودند که در ایام آخر اشخاصی می آیند که شما و ایمانتان را مسخره خواهند کرد و فقط از شهوات شریرانه خود پیروی خواهند نمود. ایشان مردمان نفسانی هستند که تفرقه می اندازند و از روح خدا محروم و دور هستند. ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمایید و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود زندگی ابدی به شما عنایت فرماید،
خود را در محبت خدا نگه دارید. نسبت به آنها که شک و تردید دارند دلسوز باشید. کسانی را که به آتش افتادند بیرون آورید و نجات بخشید. نسبت به دیگران هم دلسوز باشید و هم از آنان بترسید. اما حتی از لباسهایشان که با شهوات گناه آلوده شده است نفرت داشته باشید. اکنون بر آن کسی که قادر است شما را از لغزش نگه دارد و شما را به عیب و شادمان در پیشگاه جلال خود قرار دهد، یعنی بر خدای یکتا که به وسیله عیسی مسیح خداوند ما را نجات داده است، جلال و عظمت، قوت و قدرت باد از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد. آمین.